سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. تنین فریاد نه به جمهوری اسلامی را رساتر کنیم. این درخواست 640 هنرمند، ورزشکار، نویسنده، پژوهشگر، متخصص و استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی و مدنی از شهروندان ایرانی است که در کمپینی به نام نه به جمهوری اسلامی شرکت کردند. امضا کنندگان این کمپین معتقدند فریاد نه به جمهوری اسلامی در جای جای ایران تنین افکن شده است. در بیانیه این کمپین، جمهوری اسلامی مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر خوانده شده است. امضا کنندگان میگویند کمپین نه به جمهوری اسلامی صدای مردمی است که عزم جزم کرده اند تا بساط جمهوری اسلامی را برچینند. به گفته این 640 کنشگر، کمپین نه به جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی است. به اعتقاد اعضای این کمپین، شعار و خواسته نه به جمهوری اسلامی میتواند محور همبستگی ملی باشد و ایران را به گفته آنان برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد پاک کند. در این برنامه دیدگاه همراه با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از اسکاتلند، اهمیت کمپین نه به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم و از مدل‌های حکومتی مورد نظر امضا کنندگان این کمپین می‌پرسیم. آقای تقی‌زاده یکی از امضا کنندگان کمپین نه به جمهوری اسلامی است. تقی‌زاده، اهمیت و حرف کمپین نه به جمهوری اسلامی چیست و شما چرا اون رو امضا کردید؟ من هم مثل بسیاری از کسان دیگری که شاید پای این نامه رو با اشتیاق امضا گذاشتن، خیلی آشنا با سازماندهی یا ریشه های این کار نیستم، نبودم. فقط به دوستان دیگری که موضوع رو پیشنهاد کردم باور داشتم و این رو قبول کردم و امضا کردم. به نظر میرسه که همین بی‌هویتی کسانی که امضا گذاشتن برای نامه ای که امیدوار هستند یک جنبشی بشه و حالا در حالت گفتن نه به جمهوری اسلامیه و این یک فصل مشترک بینشون درست میکنه، زمینه ای فراهم میکنه برای تلاش‌های بیشتری که بتونن مخالفین جمهوری اسلامی در آینده داشته باشن. به نظر من قدم زیبا و خوبی است، بی سابقه نیست. شاید قبلا این گام اول از داخل ایران برداشته شده. کسانی من جمله گروهی که به عنوان دارندگان 14 امضا نامه‌ای را امضا کردن و خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شدن، حالا انعکاس صدای خودشون در جمع بزرگتری می‌بینن. امضا کنندگان این کمپین و بیانیه خیلی متنوعن آقای تقی‌زاده، از خواننده و هنرمند در انواع رشته‌ها تا چهره‌های سیاسی شناخته شده درش حضور دارن. شما چه تحلیلی از همنشینی این جمع رنگارنگ دارین؟ ظاهراً باید کار خوبی باشه. فکر می‌کنم که اقدام زیبا و لطیفی است. این رنگین کمانی که شما از اون یاد می‌کنید در حقیقت مردم ایران هستن. مردم ایران هستن که در هر شکلی، در هر حرفه‌ای، در هر قامتی، در هر میزانی از نامی یا شهرت جمهوری اسلامی رو خلاف مصالح ملی خودشون میبینن و اینها در یک جایگاهی حالا با هم پیوند خوردن. حق با شماست، از کمونیست یا سوسیال دموکرات یا طرفدار پادشاهی مشروطه، حتی شخص رضا پهلوی اسمش توی این امضاها دیده میشه بدون اینکه ادعای خاصی وجود داشته باشه. هیچ کس علم این کار رو به دست نداره. در حقیقت این علمداران مردم ایران هستند و این عده در گام اخیری که شما به اون اشاره میکنید و انعکاس خوبی هم داشته، به نوعی نمایندگان مردم ایران میشن. نمایندگانی که منصبشون نمایندگی نیست، آغوش بازی رو دارن که امیدوار هستن این با گشودن آغوش‌های دیگری بزرگتر و بزرگتر بشه. من نمیدونم کار سازمانی چقدر صورت میگیره و این کار به کجا میانجامه، ولی همین که انعکاس نارضایتی‌های مردم هست، به نوعی رفراندوم تلقی خواهد شد در گفتن پاسخ نه به موجودیت جمهوری اسلامی. بالاخره یک جوری مردم باید خودشون رو بروز بدن، باید یک جوری با هم فصل مشترک پیدا بکنن و فکر میکنم این قدم با نداشتن هویت سیاسی خاص قدم بسیار خوبی است. آقای تقی‌زاده، به نظر شما جمهوری اسلامی چه در حوزه داخلی چه در عرصه بین الملل با ایران چه کرده که نباید مستقر بمونه؟ شما به من بگید که جمهوری اسلامی چه کرده که قابل انتقاد نباشه. واقعا وقتی بخوایم در یک دادگاه مردمی از مردم بپرسیم یک دلیل بیارید که شما از جمهوری اسلامی به اون خاطر ناراضی هستید و یقین داشته باشید که اگر
هزار نفر در این پرسش شما پاسخگو بشن، هزار دلیل متنوع و متعدد رو برای شما عرضه میکنن. همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، شاید 10 ساعت 12 ساعت از دو رقم گزارش عملکرد این حکومت در یکی از سایت های منسوب به همین حکومت نگذشته که در یکی اعلام میکنن آقا میزان بیسوادی نزد دانش آموزان 30% کاهش پیدا کرده، یعنی از هر 3 دانش آموز یک نفر نمیدونه چطور باید جدول رو ضرب بکنه و چطور باید الفبا رو بخونه و بنویسه. در جای دیگری در همین رسانه تسنیم شما میبینید که میگن 70% مراکز تولیدی از عارضه پیرسالی رنج میبرن، یعنی حتی اگر تحریمی هم در کار نباشه که این هم باز عارضه است که این حکومت به شونه مردم گذاشته، قابلیتی وجود نداره برای تولید، مردم از خودشون و ظرفیتهاشون عقب افتادن و این قضیه مربوط به 4 هفته گذشته و 4 ماه گذشته و 4 سال گذشته نیست، مربوط به 40 ساله و مردم حالا این فشار و بار رو با همه تفکامی احساس میکنن. همونطور که شما گفتین 40 و اندی سال داره از تداوم نظام حاکم بر ایران میگذره، چرا در این زمان چنین کمپینی تشکیل میشه؟ این کمپین همیشه بوده، حالا شکل تازه پیدا کرده. شاید در زمانی که، البته این نظر منه، وقتی که مردم ایران فشارهای خارجی رو علیه جمهوری اسلامی زیادتر از حد معمول میدیدن، که البته من هرگز باور ندارم این فشارها قصدشون براندازی جمهوری اسلامی بوده، قصدشون عبور از جمهوری اسلامی بوده، اونها فقط میخواستن مثل اصلاح طلبهای داخلی به نوع این حکومت رو بزک بکنن که بتونه منافع ملی اونها رو، منافع امنیت شرکای منطقه اونها رو تامین بکنه و نه حقوق از دست رفته مردم ایران رو که بی سلاح در مقابل آتشبار گلوله این حکومت هستن، نه بتونه صدای مردم رو انعکاس بده. هر موقع این فشارها کاهش پیدا کرده به ظاهر یا در حدی، مردم خودشون گامهای تازه‌ای برداشتن. حالا در واشنگتن به هر حال دولتی است که دیده میشه در مقابل حتی نگرفتن یک امتیاز از این حکومت بیش از 6 یا 7 امتیاز مهم به این حکومت داده و اعلام میکنه که آماده ایم، آغوش باز داریم، با شما راجع به برنامه اتمیتون صحبت بکنیم، و وقتی این دلی ها رو میکنن آخر کار میگن خب راجع به حقوق بشر هم ما میخوایم 2 تا از پاسدارا رو مثلا به نوعی تحریم بکنیم، که این در مقایسه با کمکی به حکومت میکنن واقعا نقشی نداره. اینجاست که شما اگر میپرسید چرا حالا، شاید به این علتی که مردم ایران الان به حکومتی که در کاخ سفید شکل گرفته باور چندانی ندارن تا عکس اون ثابت بشه، به این علت حالا که فشارهای خارجی به نوعی شاید رو به کاهش هست، مردم خودشون میستن. و یقین داشته باشید هر موقع این فشارها رو مردم قطع امید ازش کردن، اون کاری رو که نباید خواهند کرد. آقای تقی‌زاده، در مقابل این نه به جمهوری اسلامی به چه مدلی آری گفته میشه؟ در وضعیت کنونی اگر از من میپرسید، هر چیزی بهتر از جمهوری اسلامی حداقل ممکن است که یک شکلی از مثبت بودن رو، راضی کردن گروهی از مردم رو در خودش داشته باشه، در حالی که جمهوری اسلامی یک کارنامه شکست خورده 42 ساله داره. ولی صحبت از نوع حکومت، فرم حکومت، شکل حکومت، مسیری که از نظر سیاسی طی خواهد کرد، پرسیدن در این زمان شاید به نوعی ناوارده. مردم ایران هستند که بعد از عبور از این جمهوری، بعد از عبور از این حکومت، نمیدونم چه اسمی باید روی اون گذاشت، تصمیم میگیرن که چه نوعی از حکومت داشته باشن. اولویتی نیست که ما الان در مورد شکل آینده سیاسی حکومت ایران بحث بکنیم با هم، و هیچ کدوم از کسانی که پای نامه رو امضا گذاشتن این اولویتشون نبوده. اولویت نخست عبور از جمهوری اسلامی است. وقتی که عبور کردن یقینا باید پیشنهادات متنوعی داشته باشن، مجلسی رو به عنوان مجلس مؤسسان انتخاب بکنن و نمایندگان مردم تصمیم بگیرن که نوع حکومت فردای اونها چه خواهد بود. امروز حکومت ایران در تاریخ 40 ساله خودش، 40 و اندی سالش، در چه بزنگاهی قرار گرفته آقای تقی‌زاده؟ به نظر شما رو به افوله یا میتونه پایه های قدرتش رو مستحکم نگه داره؟ هیچ دیکتاتوری در هیچ برهه‌ای از زمان نمیتونه احساس ثبات بکنه. دیکتاتوری ها محکوم به سقوط هستند و جمهوری اسلامی استثنایی بر این قاعده نیست. یعنی همیشه در یک حکومت دیکتاتوری شما مؤلفه متزلزل بودن رو شاهد هستید و یقینا دیکتاتوری ها یک نقطه اوجی دارن و بعد فرود اونها رو میتونیم شاهد باشیم. جمهوری اسلامی اگر نقطه اوجی داشته 2-3 دهه پیش به پایان رسیده. جمهوری اسلامی یک نزول تدریجی رو
در موجودیت خودش شاهد بوده، عواملی که حالا دولت‌های جمهوری اسلامی رو شکل میدن و اداره این مملکت به عهده گرفتن با 20 سال پیش و 30 سال پیش مقایسه بکنید، بنیه اقتصادی اون رو مقایسه بکنید، توانایی‌های نظامی اون رو مقایسه بکنید، خیر، جمهوری اسلامی در درون از هم پاشیده و از بیرون منزوی شده و بدون شک هر روز ضعیف‌تر از دیروزه. فقط بایستی که در لحظه مناسب اون سوزنی که باید به این بادکنک بخوره، سوزنی که باید به این حباب بخوره، حبابی که تهمت قدرت به خودش میزنه، ترکیدن اون رو شاهد خواهید بود. در نهایت آقای تقی‌زاده میخوام بپرسم این کمپین و این بیانیه نه به جمهوری اسلامی به نظر شما فقط یک ژست سیاسیه یا گامهای عملی در پی خواهد داشت؟ من نمیدونم واقعا این تشکیلات همونطور که گفتم خدمت شما این سازمانی نداره، ولی به هر حال یک رفراندوم در یک برهه زمانی خاص در مورد اشتراک مردم در ارتباط با جمهوری اسلامی، نه گفتن به جمهوری اسلامی. شما در یک کشوری مثل سوئیس شاید هر هفته، هر ماه، هر سال ده ها رفراندوم دارید. این هم یکی از این رفراندوم هاست. مردم فرصت پیدا می کنند تا به جمهوری اسلامی بگن خیر. ممکن است که هیچ سازمانی پشت این امضاها نباشه و هیچ هدف خاصی هم از جمع شدن این امضاها اعلام نشده، ولی فرصتی است برای پیدا کردن یک محور مشترک. محور مشترکی شما در ابتدای این گفتگو با من بهش اشاره کردید، در یک صدای یک خواننده، در نقش یک هنرمند سینما، در یک شاعر، در یک کنشگر سیاسی، صدای مردم ایران در اعتراض به موجودیت جمهوری اسلامی. بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو اسکاتلند. ممنون که همراه ما بودید.